هرچند مسئولان حکومت فعلی برای خانه‌نشین نمودن خانم‌ها تلاش دارند، اما فقر اقتصادی، نبود نانآور و سرپرست برای خانواده‌ها پای خانم‌های کهنسال را در ولایت هرات به بیرون از خانه کشیده و آنان را مجبور به انجام کارهای شاقه کرده اند. سکینه خانم کهنسالی است که در گوشه ای از بازار هرات کفاشی می کند. می گوید که به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن نانآور مجبور شده تا از این طریق مواد غذایی فامیلش را تأمین نماید. من یک سال می شم اینجا کار می کنم. شوهر من زنده بود نمی آمدم. من فوت کرده بیچاره. این میشه 8 تا صغیره کامنه یا خسر پیرمردی دارم 9 تا به گرمی آن دو تا تپل دگی ما بخونه صبح میام 8 بجه شام اذان میده میرم بخونه زیاد مشکله به خدا. زلیخا خانم کهنسال دیگری است که در هوای گرم تابستان در گوشه ای از بازار هرات نشسته و دستفروشی میکند. وی میگوید که پس از وفات شوهرش مجبور شده تا نفقه فامیلش را تأمین نماید. آخر جگر مرد که ندیشه چی کار بار نباشم نفر ندیشه چی قوم ندیشه چی ایتا چیزا یک بلک پتی بگردم چی بود از ایتیجی عبد بختی از ایرونی ایتا هیچ که دل خوش خورنیم ایتا چی بیشنیم ما اینکه موسای خونه بیشنیم بخبینان عرد بخوریم به خدا قسم که هیچ چی میه آنی سرواز ما به شما معلوم نی برانم اگه ما بتانیم که دشته باشیم چیر مرگ ما اینکه ما به عمر پیار با بگم خانه بده بیر نشد یک سال پیار بچم فت کرده خود دوازده تا خورده منه چکا کن کی میده برار ما ندارم پیار ما ندارم مامای ما ندارم پاکای ما ندارم دیگه قوی ما ندارم چکا کن. از سوی هم این خانم های نانآور میگویند که پس از تحولات سیاسی به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به انجام کار به بیرون از خانه شده اند. هر روزی که می طالب آمده همی وظیفی ما اقتصاد ما سیاسه را رو میبینیم همین جیمی خاطر یک لاغ منان خاطر خورده رزیق همین جی کار میکنیم همین تیر صبح میاییم همین جی نماشون میریم خانه خواه یک چارتان نانه میبریم خود ترکاخ. خانم های بی سرپرست در ولایت هرات در حالی از مشکلات اقتصادی و روی آوردن به انجام کارهای شاقه به بیرون از خانه سخن می زنند که مسئولان حکومت فعلی برای خانم ها اجازه کار و فعالیت در ادارات دولتی را نمی دهند و تلاش دارند تا خانم ها را خانه نشین نمایند.